25 محرم الحرام سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام است. چهارم پیشوای مسلمانان جهان. از مشهورترین القاب ایشان می توان به زین العابدین، سید و ساجدین، سجاد، زکی و امین اشاره نمود. با هم به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. حضرت علی ابن الحسین علیه السلام فرزند امام حسین و چهارمین پیشوای مسلمانان با کنیه های ابوالحسن و ابو محمد در پنجم شعبان سال 38 هجری در مدینه متولد شدند. امام سجاد علیه السلام همراه پدر بزرگوار خود و سایر اصحاب ایشان در کربلا حضور داشتند و در روز عاشورا شاهد پرپر شدن پدر و برادر و عمو و سایر شهدای کربلا بودند. ایشان به مصلحت الهی در آن روز بیمار بودند تا امامت و رهبری جامعه را بعد از امام حسین علیه السلام بر عهده بگیرند و همراه اسرا به کوفه و شام رفتند و اگر بیدارگری های ایشان و عمه بزرگوارشان حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه و شام نبود، چه بسا یاد عاشورا و کربلا تا امروز زنده نمی ماند. یکی از این بیدارگری ها خطبه معروف امام سجاد علیه السلام در مسجد شام در برابر یزید است. دعا و نیایش راهبردی فرهنگی بود که امام سجاد علیه السلام پس از واقعه عاشورا در دوران سیاه و خفقان بنی امیه از آن برای هدایت مردم استفاده کردند. آن امام بزرگوار در شرایط خفقان اموی و مروانی می بایست شیوه این نوین برای مبارزه در پیش می گرفتند تا بتواند آن محیط تاریک و ظلمانی و آن مردم غافل و بیخبر را از چنگ آموخته های باطل معاویه و یزید و امویان و نیز از تسلط دستگاه های اهریمنی خلاص کنند. شیوه ای که هم بتواند مردم را با حقایق و معارف دین و سیره راستین رسول خدا صلی الله علیه و آله و عترت طاهره علیه السلام آشنا سازد و انقلابی در دنیای اسلام ایجاد کند و هم بهانه به دست دشمن ندهد. صحیفه سجادیه از دعاهای آن امام مجموعی از بهترین و فصیح‌ترین و زیباترین دعاها با محتوایی بسیار والا و عمیق است. رساله حقوقی امام سجاد علیه السلام نیز از آثار به جا مانده از آن حضرت است و با توجه به ماهیت حقیقی انسان در بردارنده نکاتی است که حقوق بشر امروزی بدان جهت که آنچنان که می بایست به ماهیت حقیقی انسان توجه نداشته است، نسبت به این رساله حقوقی از ژرفا و عمقی که امام سجاد علیه السلام به آن نگریسته اند بسیار دور است. برخی از منابع تاریخی از شهادت امام سجاد علیه السلام با زهره ولید بن عبدالملک در 25 محرم سال 94 هجری قمری سخن گفتند. محل دفن آن امام بزرگوار در قبرستان بقیع کنار قبر عموی بزرگوارشان امام حسن مجتبی و نیز فرزند و نوه بزرگوارشان امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السلام می باشد.